پاره از اظهارات دیروز وزیر خارجه ایران بود. در این باره گفتگویی داشته باشیم با یوسف عزیزی، دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی دولتی در دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا. شب شما در آمریکا بخیر آقای عزیزی. آیا از فهوای کلام آقای امیر عبداللهیان برای شما روشن شد که دقیقاً چه زمانی قراره مذاکرات میان ایران و قدرت‌های جهان بر سر برنامه هسته‌ای ایران از سر گرفته بشه؟ ایشون میگه به زودی. این به زودی که فرا میرسه دقیقاً؟ با عرض سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه‌تون، نه، این نکته‌ای که ایشون مرتباً به زودی میگن مورد انتقاد و حالا حالت طعنه‌وار از طرف حتی نماینده روسیه در ژنو، در سازمان‌های بین‌المللی در ژنو هم قرار گرفته بود. خب ایران مدام این قضیه رو عقب میندازه. البته خب تأکیدم کردن ایشون که ما فرمت مذاکراتی که انجام شده بوده 6 دور رو قبل از انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور، اون رو قبول داریم، اما به خاطر بن‌بست‌هایی که وجود داشته می‌خوایم مطمئن بشیم که حداقل فضا شفاف‌تر هست، مذاکره برای مذاکره نیست، طولانی مدت نخواهد شد و این وسط اتحادیه اروپا کفایت می‌کنه به عنوان نیروی واسطه‌ای که می‌تونه در واقع هم با آمریکایی‌ها صحبت داشته باشه، هم با طرفین دیگه صحبت داشته باشه، روابط خوبی با طرفین داره حداقل، و به نظر می‌رسه این به زودی انجام خواهد شد، حالا در 1 ماه آینده، به خاطر حالا فشارهای زیادتری که داره به سمت ایران میاد از همه طرف‌ها و همینطور جلسه شورای حکام آژانس که ممکنه تا آخر نوامبر برگزار بشه. ولی به هر روی متوجه شدیم که سرانجام ایران توافق کرده که برگرده پای میز مذاکره، اما آقای امیر عبداللهیان میگه که از نقطه بن‌بست وین شروع نمی‌کنیم که دقیقاً مخالف چیزی که آمریکا خواهانش بوده. ارزیابی شما از این سخن چیه؟ آیا این که ایران قبول کرده با این شرط پای میز مذاکره برگرده برای آمریکا خبر مثبته یا منفی؟ ببینید، بالاخره مذاکره و دیپلماسی همین هستش دیگه. آمریکایی‌ها یک چیزای حد اکثری میخوان برای اینکه تعهداتشون رو عمل کنن. ایران هم در کنار اون خب خواسته هایی داره که حالا ممکنه آمریکایی‌ها اون رو حد اکثری بدونن، از نظر برخی ممکنه نه، این مسئله منطقی باشه، مثل موضع گیری نماینده روسیه که خب موضع ایران رو موضع برتری میدونه، اما میگه که خب بعد بیاید در میز مذاکره این رو مطرح کنید، نمیتونید تو میز مذاکره نباشید و موضعتون رو مطرح بکنید. ولی در هر صورت اون موانعی که بوده، مثل حالا نکات مختلفی که فرض کنید آمریکایی‌ها میخوان بندی در مورد این که بعد از برگشتن به تعهدات برجامی به سرعت به سمت مذاکرات منطقه‌ای و فرابرجامی بریم، خب این رو ایران به این سرعت قبول نمی‌کنه، نمی‌خواد یک همچین بندی در واقعیت وجود داشته باشه در توافق. یا مثلا اینکه آمریکایی‌ها حاضر نیستن دستور اجرایی که در مورد لغو در واقع فروش تسلیحات متعارف به ایران هست و این در سازمان ملل در واقع اون تحریم سازمان مللیش از بین رفته سال پیش، خب دولت ترامپ خیلی سعی می‌کرد که دوباره اون رو برقرار کنه ولی اون تحریم در واقع از نظر سازمان ملل از بین رفته، آمریکا تحریم یک جانبه گذاشته. خب تو این زمینه هم باز روسیه چون ذی‌نفع هست و می‌خواد با برطرف شدن این موضوع در واقع با ایران مسائل رو از نظر نظامی و فروش تسلیحات نظامی داشته باشه، اینها چیزهایی هست که در واقع یه سری از گره ها هست. گره های دیگه هم مثل این هست که خب ایران تضمین میخواد که این اتفاق نیفته، که میدونیم یکی از مشکلات اساسی بود، اخیراً هم شنیدیم در واقع در آمریکا روی این مسئله مانور داده شد در مقالات که حتی دولت بایدن تضمین نداده که در 3 سال آینده دولت خود بایدن هم از در واقع برگشتن به تعهدات برجامی از اونها دوباره سرباز نزنه، یعنی نه برای دولت‌های آینده آمریکا، حتی برای دولت خود بایدن همین تضمین نداده که اروپایی‌ها در این زمینه هم شوکه شده بودند. بنابراین به نظر میرسه که این جنجال بین همه طرف‌ها وجود داره، صرفاً ایران نیست، در پایتخت‌های دیگه هم در واقع طرف‌های درگیر این دگرگونی وجود داره. و همینطور آقای عزیزی، وزیر خارجه ایران در سخنان دیروزش تاکید کرد که آمریکا باید به نشانی حسن نیت اجازه اون رو بده که 10 میلیارد دلار از اموال متعلق به ایران آزاد بشه. آمریکا قبلا این درخواست رو رد کرده بود. آیا پافشاری ایران روی این تقاضا مانعی بر سر راه گفتگوها پدید میاره یا نه؟ کوتاه لطفاً. ممکنه این اتفاق بیفته ولی ما میدونیم که حتی نماینده اتحادیه اروپا با آمریکایی‌ها گفته بود که آمریکایی‌ها هم باید کوتاه بیان در بعضی مسائل و همینطور آمریکایی‌ها با کره جنوبی، با کشورهایی که در واقع اون پول‌های بلوکه شده ایران اونجا هست و آمریکایی‌ها نفوذ قابل توجهی دارن
صحبت‌هایی کردن. این امکان وجود داره که برای حالا حسن نیت و اینکه بالاخره تأثیر عملی در ایران دیده بشه که دولت جدید ایران هم بتونه توجیهی داشته باشه برای افکار عمومی که وارد مذاکرات میشه، که آمریکایی‌ها مثلا برای مسائل حقوق بشری و مسائل انسان دوستانه، بهداشتی، مسائلی که در مورد کووید و اینها وجود داره، یک بخشی از این پول‌ها رو آزاد بکنن. ولی واقعا اینکه شرایطش چگونه هست و اینها جای سوال داره. آمریکایی هم نمیخوان نشون بدن که بالاخره ما ضعف نشون دادیم و مثلا حرف ایران رو قبول کردیم، چون از داخل حتما با آقای بایدن فشار بسیاری میارن، همونطور که با آقای اوباما فشار خیلی زیادی آوردن وقتی ایشون بخشی از پولهای ایران رو آزاد کرد. لذا این هم جزو یکی از اون نکات واقعا سوال برانگیز هست برای شروع مذاکرات. یوسف عزیزی در دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا، سپاس فراوان از شما.